خب بینندگان عزیز، باز سلام به شما. باز هم چهارشنبه ای آمد. چهارشنبه روز خوشبختیه، یادتونه بلیط های بخت آزمایی. ما هم خیلی خوشحالیم که آقای یزدان خداوند رو اینجاست، هم کمکی میکنن به ما از لحاظ وقت و برنامه های تلویزیون مردم، هم ما هم میشینیم اینجا یه چیزی یاد بگیریم. همش دلخوش نباشیم، بله چون مجری هستیم و حرف میزنیم همه چی رو میدونیم. آقای یزدان خداوند رو معمولا تاپیک یا موضوعات برنامه رو خودشون انتخاب میکنن، خودشون در این باره صحبت میکنن و کار جالبی که از هفته پیش انجام دادن، موضوعاتی رو که به عنوان تاپیک برنامه اعلام میکنن میذارن به عنوان همون تایتل برنامه. شما حتی با فارسی هم اگر توی گوگل تایپ کنید حالا اسم ایشون رو یا اون موضوعات رو، میرسید. بدون هیچ اتلاف وقتی میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میذارم، سلام میکنم بهشون و خوش آمد میگم و ساکت میشم تا آقای خداوندلو با من و شما صحبت کنن و ببینیم که موضوع امروز چیست. بفرمایید آقای خداوندلو، این شما و این هم بینندگان شنوندگان در سر تا سر جهان. درود بر شما آقای سربی، شنوندگان و بینندگانتون. امشب من میخوام انگشت بر یک موضوعی بگذارم که ابتدای پیدای حیات تا به امروز، نمیخوام بگم مشکل آفرین بوده، اما کشمکشی بین بودن و نبودن صورت گرفته که یکی از آنها، این از اون کشمکش های بسیار مهم، بین پدیده مادینگی و نرینگی است. به همین خاطر هستش که من چند سال پیش مقاله نوشتم تحت عنوان بنیاد تفکر فیمن در فلسفه حیات، و خیلی دوست دارم که اگر مایلید یک قلم و کاغذ داشته باشید، یا اینی که همین متنی که برای شما ارسال کردم در همین این تحت عنوان بنیاد تفکر فیمن در فلسفه حیات، یه جایی رو قسمتاش رو رنگ بزنید و به عنوان سوال مطرح کنید، چون بسیاری از مسائل در این مقدمه قرار گرفته. بعد هم مطالب در رابطه با این رو تا اونجای ادامه میدم که این یک ساعت پر بشه، و با این مقدمه آغاز میکنم. شما اگر ممکنه اون تصویر رو نشون بدید که تقسیم سلولی رو که اسمش هم گذاشتن تصویر شماره یک، یعنی یه سلول رو نشون میده که از یکی به دو تا تقسیم میشه و الاخر بعدن هم اون تصویر بعدیشو که تقسیم سلولی بین زن و مرد رو نشون میده، و به تدریج تصاویر بعدی رو همینطوری شما خودتون هر جور سلام میدونید. الان دارم عکس شماره یک رو نشون میدم. درود بر شما. بنیاد تفکر فیمن در فلسفه حیات. فیمنیسم چیست؟ فلسفه فیمن باستاب مطالبات زنان و مقابله با فرهنگ مردسالار در سلوک اجتماعی است. از این رو جنبش فیمن پا به میدان نهاد تا مساوات و برابری مرد و زن در زندگی مشترک را قانونی و مدنی کند، و در جستجوی علت پیدایی آن ناگزیریم نقمی کوتاه بر فلسفه حیات زیستمندان بزنیم. دانش زیستشناسی میگوید حیات با یک تکیاخته آغاز میشود که دارای هسته سیتوپلازم و غشاء سیتوپلازمی است. علائم و خصوصیات حیاتمندی جذب مواد غذایی، دفع فضولات و انرژی حاصل به مصرف سوخت و ساز، ترمیم اندامهای فرسوده و تولید مثل می‌رسد، و فرایند تولید در همتاسازی ابتدا با پولاریزه یا دو قطبی شدن هسته و در پیامد آن سیتوپلازم به 2، 4، 8 و الی آخر آغاز و سرانجام با دو پاره شدن حلقوی غشاء سیتوپلازمی خاتمه می‌یابد. سپس در روند تکامل
این تکیاخته به یاخته پرسلولی تبدیل می شود که هر سلول وظیفه‌مند ساختن یکی از ارگانهای بدن است که یکی از آن سلول ها حامل کروموزوم X Y در مذکر و XX در مؤنث که مسئول ساختن ارگانهای جنسی مردان و زنان که در مراحل ابتدایی خودلقا یا هرمافرودیت هستند. سپس در امتداد تکامل ارگانهای نرینه از مادینه جدا می کردند. در این جدایی عضو ماده در پستانداران، زهدان، تخمدان، تخمک ها و هورمون محرک عضو نر را در نزد خود نگاه می دارد و عضو مذکر بیزه ها که محل ساختن اسپرم هاست را برداشته و راه استقلال از ماده را در پیش می گیرد. اما در عمل این استقلال طلبی نزد پستانداران مذکر توهمی بیش نیست، زیرا عضو مؤنث در زمان گوشنگیری داخل پرانتز به فحل آمدن که میل به بارداری برای تولید مثل و بقای نسل را می کند با تراوش هورمون محرک جهت تحریک نرها آنها را به نزد خود فرا خوانده و نرهای بیچاره سرگشته و بیقرار با ماده می آمیزند. اما شروط آمیزش و برخورداری نرها از لذت سکس از سوی ماده به فرمان غریزه صورت می گیرد که با پراکندن هورمون محرک در میان فضای گله بدون استثناء همه نرهای بالغ را برای جفتگیری فعال می کند و چون تعداد نرهای تحریک شده بر یک ماده به فحل آمده بسیار زیاد است، ماده منتظر می شود تا رقابتی آمیخته با نزاعی خونین که گاهی اوقات منجر به مجروح و مرگ رقیب می شود بین آنها آغاز شود تا هر یک قوی، نیرومند و جبارترند از دیگران دست با او درآمیزد. جبارتر از دیگران است با او درآمیزد. حالا اگر هورمون محرک در اختیار نر قرار می گرفت شاید عدالت بهتر رعایت می شد، به نحوی که نر هورمون محرک را در فضای گله ماده ها پخش می کرد و لشگری از مؤنثان به گردش جمع شده و ایشان به فرمان غریزه جمال پرست در انتخاب مادینه ها زیبا و تنازترینشان، نخشن و گردن کلفترین را بدون جنگ خونریزی برای تولید مرغوبترین نژاد انتخاب میکرد و این گزینش گویی در فرایند انسان شدن نیای میمونی ما در روند مدنی شدن به وقوع پیوسته، به نحوی که زنان از یک سو زمان مشخصی برای گوشنگیری ندارند و در تمام فصول فعال هستند و از دیگر سو فاقد هورمون محرک مرد که اهرم اقتدار آنها نسبت به مردها می باشد، اما در عمل با زیبایی، لطافت، تراوت و اهرم لبندی در بزانو در آوردن مرد که پیامد همان هورمون محرک است هزار بار نافذتر از اقتدار مردانه عمل می کنند. از این رو رفتار زنان در مقابل مردان با رشد مدنیت، ظهور مالکیت، نهاد سیاست و دیانت در پگاه نظام کشاورزی، دامداری و قوانین منطبق با سیستم ارباب رعیتی دچار انفعال و اطاعت از عصبیت مردانه گردید تا از یک سو ارگانهای اقواگر او در حجاب پوشیده گردد و از دیگر سو خلاقیت و مهارت زنان در حریم منزل، تیمار کودکان و خانداری محدود شود که در جستجوی بنیادهای آن ناگزیریم نقبی به گذشته دور بزنیم تا سرنخها به دست آید. در پگاه تمدن هنگامی که نیای مادری پدری ما سکونت در غار، جنگل و دخمه ها را ترک گفت
و در کنار آبگیرها رحل اقامت افکن، به تدریج سرکله مالکیت، تقسیم کار، حقوق قانونی در نظام گلهداری، سپس کشاورزی از قوه به فعل درآمد و در پیامد آن در سیستم ارباب رعیتی وظایف مرد به عنوان نان‌آور خانه که منشأ اقتدار مردسالاری او گردید تدوین و زن در سلوک مشترک تابع مرد شد و به تدریج رسم و رسوم آن راه انسجام پیمود که به زبان آشکار به مرد وحشی و قلدرمنش می گفت که جامعه مدنی دیگر غار و جنگل نیست و پیکر زن را نمی شود با گردن کلفتی بدون پاداش تصاحب کرد. در نتیجه مرد در غلبه بر جسم و جان زن، در استفاده از خشونت و زور محروم و تا حدودی خلد سلاح شد. در نتیجه غریزه نیرومند مذکران به تکاپو افتاد تا فقدان ممنوعیت ها را با تمهیداتی نافذتر از نیروی عضله و زور بازو پر کند. به این خاطر نهاد دین انباشته از دروغ‌های شاخدار بهشت، جهنم، آدم، حوا، میوه ممنوعه، روز رستاخیز و هزار مزخرفاتی از این دست در جهت فرودست کردن زنان طراحی و برای از میان برداشتن نظام مزاحم مادر تباری که منشأ سالارونشی زنان بر بنیاد آن استوار بود، ابتدا بر سکوی لرزانش کرسی مرد سالاری را استوار نبود تا از یک طرف فرزندان تبار از پدر بگیرند و از طرف دیگر تفکر مرد در سلطه بر جسم و جان زن در سنت و عرف جامعه نهادینه شود و از کراری غیرت و تعصب فراتر نرود و همواره معطوف و اموال شهبی باشد تا روانش در غریزه حیوانی توقف کند و از دیگر سو مقام انسانی زنان تا حد کنیز و خدمتگزار تنزل نماید. و امروزه که ساکنان روستاهای محجور به شهرهای بزرگ کوچیده و بستر زندگی زنان از یک طرف تغییر بنیادی کرده و در بسیاری از مشاغل فعال، با سواد، کارآمد و از نظر اقتصادی مستقل شدند و از طرف دیگر به تدریج دروغ‌های شاخدار مذاهب، سنت‌ها و تابوهای ابدی، ازلی و مقدس که به نفع مردان طراحی شده بود برملا و از اعتبار می افتد، مرد بیچاره بار دیگر در غلبه بر جسم و جان زن و مقابله با جنبش فیمن ناتواندر می گردد و در صورت فقدان توان مالی و قدرت بیچون و چرای پول برای خرید پیکر زن و برخورداری از او، بناگزیر در جستجوی اهرم‌های برتری طلبی و سلطه، دست نیاز به سوی ثروت، هنرهای تجسمی، کلامی، موسیقیایی، خودآرایی، مهارت‌های فنی، علمی، فلسفی، شعر و شاعری، عشق و عاشقی، عفت، عزت، نجابت، شرافت و زنزلیلی در حوزه‌های گوناگون دراز می‌کند تا کمبود روانی، مالی و فقدان قدرمنشی خود را در مقابل زن پر کند تا آنها در برطرف کردن نیازهای جنسی و امیال روانی مردان نرم خود و ارزان‌تر حساب کند. با این وجود مردان شرقی هنوز تحت تأثیر شریعت اسلامی راه حل عقلانی بر افسانه پرده بکارت نتوانستند پیدا کنند و کشمکش همچنان ادامه دارد که جنبش فیمن با استاب این درگیری کهن بنیاد است. و در زیر این مطلب هم من یک لینک ارسال کردم که دوستان اگر اون رو کلیک کنند، این تقسیم سلولی رو از 1 به 2 و از 2 به 4 و الی آخر رو نشون میده. خب این مقدمه مطلب بود. آقای شما بحثی در این باره دارید؟ بله بله، اجازه بدین چون عکسایی که برای من فرستادید و گفتید اون یکی رو نشون بدم بعد اونای دیگر رو، من همین عکسی رو که از فیسبوک فرستادید
نشون دادم، زیرش نوشته که من سرور هستم و اینها، و درست برعکس این چیزی که شما میگفتید که یعنی مردها به اصطلاح ذلیل شدن و اینها، این عکس خلاف اون هست. آیا این رو به موقعی میخواین در مورد صحبت کنین یا باز همین جوری نشون بدم اینا رو؟ بله، خلاف این نیست. البته این عکس رو من یکی از این تصاویر عصر رنسانسی است که اون عناصر زائدش رو پاک و ترتمیز کردم که در اونجا مسیح رو داره نشون میده که به زن میگه تو خاموش باش، سروری از آن من است. آها، این مسیحه. من فکر کردم کلا یعنی این چیز مردانه است، یعنی شمایی کشم. بله، اگه شما توجه کرده باشید در متن من اومدم گفتم وقتی که این انسان اومد مدنیت رو آغاز کرد، در این مدنیت خب تقسیم مالکیت، این مال من این مال تو و خیلی چیزهای دیگه به وجود اومد. یکی هم همین مسئله زن بود. اون موقعی که در غار بود، اون گردن کلفتا هر کدوم نرا مثلا ممینه مادر رو تصاحب میکرد و البته اون سهم نر گردن کلوف از همه بیشتر بود و ما بقی هم جس گریخته با ماده ها آمیزش میکردن بدون مزاحمت های شرعی و عرفی و نمیدونم قانونی. اما بعد وقتی که اومد مدنیت شد، این مسائل یه سری مرزبندی گرفت و در اینجا مسئله پول، مالکیت و پول مطرح شد و زندگی مشترک هم طبیعتا به همین خاطر هم است که در طول تاریخ ما مشاهده میکنیم که زیباترین و خوشگلترین زنها رو مردان ثروتمند تصاحب میکردن و ما بقیه میموند برای فقرا. روی این حساب استش که من در اینجا مدعی شدم که انسان یعنی مرد به خاطر اینه که بتونه اون ممنوعیت های قلدربنشی که در غار و در جنگل اعمال میکرد رو پر بکنه چون خل صلاح شده، اومد یه پدیده به نام نهاد دیانت رو کرد. حالا جنبه های مثبت نهاد دیانت که برای کنترل انسان ساخته شده بوده، ولی سهم مرد رو عموما نسبت به زن چرب‌تر در نظر گرفته. حالا یکی از نمونه هاش همین اکثر که مسیح رو نشون میده، به زنه داره میگه که تو خاموش باش، سروری از آن منه. خب بفرمایید سوال بعدی. نه سوالی ندارم، گوش میدم. فقط من میخواستم عکس‌ها به اصطلاح بی مناسبت نباشه، با ترتیب برنامه‌هاتون باشه که بعد درود بر شما. برای اینی که همین عکسه در همین رابطه بودش و عکس‌های دیگر هم هست که بعدن من مطرح میکنم. عکس‌های امروز یک کمی سوال برانگیزه، مثلا این چرخه حیات انسان، این رو نشون میدم الان، این خودش خیلی جالبه. ضمن اینکه گویای حقیقتی هست، ممکنه بعضیا براشون این سویل باشه. بله، اون رو هم من فلسفهش رو توضیح میدم. بفرمایید. حالا وقتی که مذهب اومد این مسائل رو به صورت احکامی که الهی است از آسمان اومده مطرح کرد و در دراز مدت نسل اندر نسل در روان انسان ها موزاییک بندی کرد و در پیکر فرهنگ جاسازی کرد، تأثیرش در ادبیات ایران رو هم، حالا ما در حوزه‌های کشورهای دیگر کار نداریم، و در ادبیات ایران رو یه نقب کوتاهی میزنم که ببینید که ادبیات ضد زن، خشونت پنهان علیه زنان در زبان جاری جامعه، هر کس اندک اطلاعاتی از ادبیات پارسی آلوده به معرفت اسلامی داشته باشد، مایه‌های ضد زن را در آثار کلاسیک و مدرن آن مشاهده می‌کند. تا کنون منتقدان ادبی، فعالان حقوق زن و جامعه شناسان در باب ادبیات ضد زن در دهه‌های اخیر سخن گفته و از فردوسی، سعدی، مولوی و دیگران مثال‌ها آورده‌اند که زن و اژدها هر دو در خاک به. این از آقای فردوسی ها. یا تو زن نو کنی خاجه هر نوبهار، که تقویم پارینه ناید بکار. در این باب رساله و مقاله های بیشماری نمیشتن، اما به علت دین خویی. این شعر دومی از کی بود؟ این شعر دومی هم مال چی دستش؟ فکر میکنم مال سعدی باشه.
حالا بعدم پیدا میکنم اونم بیان میکنم. خب در این باب رساله و مقالای بیشماری نوشتن، اما به علت دینخویی و اسلامبارگی به سراغ عارفان، صوفیان، ملامتیان و مهمتر از همه آنها فلاسفه اسلامی نرفته و در این راستا ویراستاران و زبانشناسان و منتقدان کمتر همتی داشتند برای پیراستن زبان پارسی از واژه‌هایی که شمشیرشان را جهت تحقیر زنان از رو بسته و به مصداق داستان معروف خرب رفت و خرب رفت مولانا هم نما با لحن زنستیز ایشان دم میگیرند و به تولید خشونت پنهان در این ادبیات کمک میکنند. از حرفهای خالزنکی مینالند و از حمام زنانه و کولی بازی حرف میزنند و فحاشی به زنان را افتخار میدانند و آدم احمق را به آلت جنسی زنان کسمشنگ کسخل متوجه هستید اینا رو و دختران شوهر نکرده را ترشیده و زنان بیشوهر را آکله بینامند. در کنار این همه اصطلاحات و واژه، تراره های کوچه بازاری زن ستیز هم کم شنیده نمی شود. زن باید خوشگل باشه، سفید و توپل و مپل، توپل مپل، گوشتی مشتی، و مرد باید سیاه باشه، پولدار و بد اخلاق، یا دخترا موشن مثل خرگوشن، پسرا شیرن مثل شمشیرن، که از کودکی در گوش دخترکان و پسرکان زمزمه می شود و ناخودآگاهشان را با ادبیات مرد سالار انباشته می کنند. شوخی رایج پدر و مادرها با نوزادهای چند ماه هم به همین ادبیات مزین شده است. اینکه دختر بچه می ترشه و پسر بچه باید کسی رو انتخاب کند و اینکه دختر چقدر سفیده و پسر اگر زشت هم بود مهم نیست، و به این ترتیب دنیای تفکرات مرد سالار و تبعیض آمیز در متن جامعه پراکنده و در روان نوجوانان موزاییک بندی می شود که هر یک از ما اگر یک روز به حرفهای ما دقت کنیم، نمونه های زیادی از این واژه ها، ضرب المثل ها و ترانه ها بر می خوریم که تنها از روی عادت و بدون در نظر گرفتن بار معنای خشن و تبعیض‌آمیزشان توتیوار به کار می روند. خب در این زمینه سوالی شما دارید آقا؟ نه پرسشی ندارم، دارم گوش می‌دم. بفهم. بسیار خب. زن چرا در ادیان ابراهیمی تحقیر می شود؟ ما اینجا مسئله بین جنبش فیمن داریم صحبت بکنیم، بریم سراغ که ببینیم ادیان کدوم طرف ایستادن، طرف مرد ایستاده یا زن ایستاده. و لطفا همون عکسی رو که زنی خوابیده روی یک رهگذر و از زهدانش بچه ها میاد بیرون و بعد از یعنی که مراحل جوانی و نوجوانی و پیری و کهنسالی ریمود، باز در چیز طبیعت دامن مام طبیعت تجزیه میشن بدون آلوده شدن به اون مهملات تناسخ بخواه. اون رو نشون میدید چرا زن در ادیان ابراهیمی تحقیر میشود. بیان متریک و اتئیستی که چرخه باشکوه حیات آدمی از مادر زاده شدن و سرانجام به دامان هستی لمیده بر پیکر طبیعت پیوستن بدون آلودگی به مهملات تناسخ روح و دست خدا در کار، زیرا خدا زایده تخیل آدمی و متعلق به عصر اسطوره و دوران کودکی انسان است. در فلسفه حیات هر آنچه با زایندگی ارتباطی تنگاتنگ و ارگانیک دارد در نفس و ذات خود مادی نسرشت است و طبیعت به علت زایایی و پویایی فطرتاً پدیده ایست مادینه. از این رو در زبان آلمانی حرف تعریف طبیعت را دی ناتور گذاردند، زیرا ماهیتاً بالنده و زاینده است. اما مذاهب با اصول خشک ایستا، سکونزا، گریزان و تحول و تغییر، نازا و نرین صفتن و زن با پیکر باننده و زاینده در کانون هستیزای طبیعت قرار دارند و در ایفای نقش بیولوژیک خود همواره با سکون، ایستایی، تابوهای ابدی، ازلی و مقدس
که از سوی مذاهب دیکته می شود به فرمان غریزه زنانه در جدال دائم است تا تداوم نسل آدمی در میدان پرتزاریس بقا را تضمین کند، و به این علت است که مذاهب با زنان سر ستیز و عناد دارند و اصولا زنان عموما از مذهب خوششون نمیاد. آی سربی، علتش در چیه؟ در ظلمی که بهشون میشه دیگه توسط اونها. بله، خب چند تا نمونه میتونین اشاره کنید؟ والا همون که گفتید دیگه، از روز اول رفتار خانواده باشون، بعد رفتار مردا باشون، رفتار اجتماع باشون، محدودیت هایی که براشون هست، همه اینا نمونه است دیگه. درسته. خب حالا اینجا من باز یه نقبی میزنم، وقتی که اومدم گفتم که ادیان عموماً با زن سر ناسازگاری داره، ابتدا بریم سراغ این آلت تستامنت، یعنی داره احکام میکنه در اونجا، یعنی سراغ بیبل که مال یهودی هست. اگه ممکنه یه تصویری برای شما فرستادم به نام افسانه حوا و سیب ممنوعه. ببخشید منظورتون تورات؟ بله تورات، آلت تستامنت یعنی تورات. بله. اوکی. من وقتی این اکثر رو که تو چت خصوصی براتون فرستادم، این رو نشون بدید که زنی رو داره نشون میده که به سیب داره یه جوری نگاه میکنه. افسانه حوا و سیب ممنوعه، داستان هبوط آدم و حوا بر زمین و علت اخراج آنها از بهشت. در الهیات یهود آمده که خدا به آدم گفت در این باغ خوش باش، اما بدان ابلیس دشمن تو و ممکن است فریبت دهد، و این دشمنی ناشی از حسادت شیطان نسبت به جد بزرگوار ما بود که می دید او نزد خداوند از منزلت والایی برخوردار و به قول حافظ از سنخ ملائک بوده است. تصمیم می گیرد آدم را از پایگاه رفیعش نزد الله به زیر کشد، و شیوه کارش وسوسه کردن او به خوردن میوه ممنوعه از درخت دانایی بود. به این قسمت ها توجه کنید، خوردن میوه ممنوعه از درخت دانایی بود، و قوای ابلیسش را به کار میگیرد تا سرانجام موفق میشود آن میوه ممنوعه که گویا سیب بوده حضرت آدم میخورد. و هنگامی که خداوند از خوردن میوه دانایی توسط آدم و حوا آگاه می‌گردد، آنها را سرزنش می‌کند که چرا از میوه دانایی خورده اید؟ می‌خواهید مثل من فرزانه شوید؟ و با خود می‌اندیشد همانا انسان بلفضول با خوردن میوه دانایی مثل ما شده که عارف نیک و بد گردیده، و اینک نکند دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز میوه گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند. نقل قول کتاب مقدس سفر پیدایش صفحه 3 و 5. در این گزارش کوتاه و فشرده مشخص می شود که علت تبعید آدم و حوا از فردوس برین به زمین حسادت خود خداوند به نیای کهن ما بوده که مبادا با خوردن میوه از درخت دانایی و سپس به گوش جان گردن ثمره درخت حیات عمر جاودان یافته و رقیب پروردگار شود، و ایشان قبل از وقوع حادثه دو قطبی شدن قدرت در سپهر انسان و خدا. ببینیم به این قسمت توجه کنید، من در تقسیم سلولی گفتم که سلول برای ادامه بقا اول پولاریزه میشه، دو قطبی میشه، ولی ادیان از این دو قطبی شدن خوششون نمیاد، دلشون میخواد یه چیز واحدی اون بالا باشه، و به همین خاطر هستش که پدیده مادینگی و استمرار نسل رو نادیده میگیره. این پارادوکسی هستش که در احکام مذهبی حضور داره. و ایشان قبل از وقوع حادثه دو قطبی شدن قدرت در سپهر انسان و خدا، آدم و حوا را از بهشت اخراج میکنند،
زیرا فرایند پولاریز شدن از یک سو متضاد یکتاپرستی در ادیان ابراهیمی و از دیگر سو برای خدای واحد رقیب پیدا شد. دکان یکتاپرستی که سرقفلی آن در انحصار نهاد دیانت و روحانیت است بسته می شود و جماعت انگل ملا و مکلای امتیاز راحت طلبی، موفقوری، تمامیت خواهی، سروری و سلطه بر دیگران را از دست می دهند و ترس و حراس از بازگشت چند خدایی و تجلی جهانبینی میترایی در روان ساکنان پهنه فلات و در واحد بزرگتر جغرافیای خاورمیانه که سمبولهای باستانی آن، سمبولهای باستانی این فلسفه میترائیست در همه جای خاورمیانه پراکنده است. خاورم سمبولهای باستانیان در جا جای اقلیم گوهرینش پراکنده است، علت و انگیزه اخراج نیای بزرگوار بنی بشر از حرمسرای پردیس به امر ایزد یکتا بوده و بعدها که مذهب مسیحی از زهدان دیانت یهودی و زرتشتی پا به هستی نهاد، افسانه‌های اسطوره‌ای آنها شاخ و برگ خرافی یافت و در راستای اسارت زن و برتر کردن مرد نسبت به او و گناهکار جلوه دادنش، جای آدم با حوا را رندانه عوض کرده و نیای مادری ما را متهم ردیف اول در بیدادگاه شرع نامقدس اعلام و حکایت‌های عوام فریب سرهم می‌کند که این حوای نانجیب بود که سیب ممنوعه را به آدم خوراند و باعث شد که خداوند مهربان آنها را از بهشت خرم به لعنت آباد زمین تبعید کند و در اثر انبوه مزخرفاتی که در طول قرنها تولید و در ذهن و فرهنگ مسیحیان می‌ریزد، تعداد بیشماری از نقاشان ساده‌لو در طول قرنها که از کتاب مقدس ایده و الهام می‌گرفتند، تصاویری می‌کشند که حوا به آدم سیب می‌دهد و مردم هم سرانجام می‌پذیرند که حوای سلیته گناهکار و عملش شیطانی بوده و گویا حافظ شیرازی از این جابجایی مکرامیز الهیون خبر داشته که گفته طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد. توجه کنید، آدم آورد داخل پرانتز، نه حوا، در این دیر خراب آبادم. خب بحثی دارید؟ سوالی برای شما مطرح شده؟ و جالب بود این شعر حافظی که گفتید، یک کمی ما از سعدی دلخور بودیم، حالا حافظ اومد کمکش. بفرمایید. بله. خب چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ الان ساعت 3:34، 1:21 دیگه هست. بسیار خوب. خب مبحث بعدی میخوام بگم، میریم در اینجا و شیادی های دیانت رو میخوام نشون بدم و ریشه های این اسیدیابی رو، اسید پاشی به صورت زنان و دختران محجوب ایران. اسید پاشی جنگ پنهان عصبیت قبیله با منطق شهر. هر دم از این باب کهن خبر شوم فرا میرسد. بار دیگر دومل عفونتوار تعصب دینی در بخش قدامی دستگاه عصبی ملا و مکلایان سر بر طغیان نهاد و سموم آسیبزایش سیمای زنان شجاع و دختران محجوب ایران اهورایی را هدف قرار داد. در راستای اهداف پلید اسلامی شدن امور، تحرک زنان را محدود تا سرانجام خانه‌نشین شده و به ماشین بچه سازی و به خدمه منزل سرا تبدیل شد و در چرایی اتخاذ این سیاست پلید، رژیم ضد ایرانی ملایان از ابتدای به دستگیری قدرت در دستور اقدامات خود قرار دادند. ناگزیر نقلی به تاریخ سیاسی ایران بزنیم تا سرنخا به دست آید. اصول و فروع دیانت اسلامی منطبق با نظام فئودالیسم ایران در هزاره اخیر تدوین شده که در آن وظایف مرد با کار روی زمین و پرداختن به امور کشاورزی و زن در خانه مشغول به امر خانه‌داری، دوشیدن شیر، پختن نان و تیمار کودکان مشخص شده
و البته سهم مرد در تمام سطوح چربتر نسبت به سهم زن در جهانبینی اسلامی آن در نظر گرفته شده است و تا 50 سال پیش که بیش از 80% از اهالی ایران زمین در روستاها زندگی میکردن و هر روستا یک خان، یک ملا با مسجدی محقر، یک خط خدا و چند معتمد در اختیار داشت و زنان و مردان در سلوکی پایدار منطبق با قوانین نهاد سیاست احکام نهاد دیانت و هر دو همسو با سنت رسول الله به حیات خود ادامه می دادن. اما در این 50 سال اخیر بیش از 70% اهالی ایران از روستا به شهرهای بزرگ کوچیدند و در میان آنها زنان در مشاغل گوناگون شهری پا به پای مردان فعالیت میکنند و طبیعتاً شرایط زندگی در شهر دیگر محیط روستا نیست که با قوانین ارباب رعیتی پارامتر بندی شوند و شاه و شیخ در آن حاکم باشند، زیرا دیروز ملت قهرمان ایران شاه را از صحنه سیاست حذف کرد و تومارش را در هم پیچید و امروز درگیر جمع کردن بساط ملا و مکلایان دیانت تاریخ مصرف تمام شده اسلامی است و دیگر زن مثل گذشته خدمتکار امور خانه و مرد ناناور و ارباب او محسوب نمی شود، زیرا شرایط اجتماعی تغییر کرده و شیخ در اریکه قدرت نمی خواهد این تغییر آشکار را که به زیان اوز تعمل و بپذیرد که سلوک زیستن و قوانین معطوف بر زندگی مدرن باید منطبق با شرایط روز تدوین شود که در ایران تحت سلطه ملایان آشکارا در عمل و نظر ابتدا با منافع ملا و مکلایان و سپس با قوانین اسلامی برخواسته از سنت کپک زده رسول الله که تغییر و دگرگونی در آن حکم بدعت و خروج از دیانت محسوب می شود، حکم مرگ بران در نظر گرفتن قرار دارد که ملایان در مجازات زنان در امر رعایت عفاف و حجاب اسید پاشی بر سیمای آنها را تجویز می کنند که در اغلب موارد منجر به مرگ نمی شود، اما قربانی در تمام طول عمر با سیمای کری و زجری جانگداز همراه با درد مانند تابلوی در میان مردم بچرخد و باعث عبرت، ترس و حراس آنها شود و با این تمهید شاید زمان طولانی تری برای حریک قدرت بماند و از مزایای آن برخوردار شود. خب اون اکثرم میتونستی نشون بدی که به صورت یک دختری اسید پاشیدن و این اسید داره اونجا چی میکنه، و یه عکس دیگه هم برای شما ارسال کردم که یک کودکی در بغل مادرش اسید به مادر وقتی که پاشیدن به صورت این کودک هم پاشیده شده و یکی از چشماش رو دست داد و تو این 7-8 ماه اخیر من شنیدم که این مادره فوت کرده و حالا این کودک بی سرپرست مونده و با اون سیمایی که یک چشمش از دست داد و اسید پاشیده شده. هر دو عکس رو نشون داده. بله؟ هر دو رو نشون داده. درود بر شما. خب شما آی سور بیادتون میاد که 7-8 سال پیش این رژیم ریخت توی شهر مشهد یه تعداد زیادی از فاحشه‌ها رو گرفت و به قتل رسوند؟ یک شخصی رفته بود این کارو کرده بود، بعدم وقتی گرفتنش خیلی هم افتخار میکرد، حتی مادرش و خانوادهش و اینها مثل که اونها هم طرفداری میکردن، اینو یادم، ولی آخر رو نمیدونم بالاخره رژیم اعدامش کرد نکرد نمیدونم. نه خیلی اعدامش نکردن اینو مسئله رو، این چون برای اینه که خود چیز از عمال همه این چیز بود، رژیم بود، این رو هم به این خاطر چون من الان این مسئله رو اینجا مطرح کردم به خاطر اینه که چند وقت پیش همین موضوع رو با یه خانومی به من در میان گذاشتم، این تعجب کرد گفتش که یزدان این مطلب رو تو یکی از این گفتگوهات بگنجون که هدف از این کار نه اینه که جلوی فاحشه‌گیره بگیره، بلکه دکان اون چیز
آستان قدس اون دکان جنده فروشیشون به چیز افتاده بود، به کساد شده بود، چون انبوهی از این زنها تو شهر داد بدون دادن مالیات مشغول شده بودن و اونا می دیدن که دیگه کسی به خود به اونا مراجعه نمی کنه. حالا من در اینجا مطلبشو کوتاه و فشرده می خونم. قتل زنان البته در مشهد. دیروز الخناسان و عاشقان مرتضی علی زنان تنفروش را در مشهد به علت کساد کردن دکان جند فروشی آستان قدس رضوی می کشتن. چرا که انحصار این شغل شریف و بی نیاز به سرمایه گذاری اولیه به داشتن تجربه در تولید کالا تنها در اختیار جاکشان ملا و مکلای آن بارگاه مقدس است و احدی حق ندارد گوشی چشمی بران درآمد کلان انتظار داشته باشد. و امروز اسید پاشی در ابعاد وسیع را آغاز و برایش نیروی موتور سوار بسیج کردند و هموطنان خوشخیال هنوز به کار کرده دمل بدخیم اسلام در پیکر فرهنگی و روان ما پی نبردند که نوبت به نوبت آماس کرده و عفونت‌های فلجزایش را در بستر جامعه می‌ریزد تا آن را به جنگل حیوانی تبدیل کند و مزدوران همراه سادلوهان توجیهات مزورانه می‌کنند. یک بار می‌گویند اسید پاشی به عفاف و حجاب مربوط نمی‌شود و بار دیگر می‌فرماید علت خشکیدن زاینده رود مربوط به بدحجابی زنان است و این استدلال‌ها نشان می‌دهد که خط افاضات و لوسمنش به پایان خود می‌رسد و خشم ملت سر به فلک می‌کشد و این ابلیس صفتان مطمئن باشند که ساطور انتقام در انتظارشان است. خب بحثی دارید شما؟ نه پرسشی ندارم، بفرمایید. بسیار خوب. در همین رابطه من این تصویر رو درست کردم که این مادر با اون کودکش در بغل هست و یه شعرگونه ای هم براش ساختم. ای اهرمن که در آن بالایی، نگاه کن به سیمای این کودک بیگناه، در آغوش مامش شده بیدفاع. چه کرده که دادن کیفرش، گرفتن گوهر تابناک صورتش. کجا ماند حق او از کودکی، کنار حیولا ددان مذهبی سنتی غیرتی. دریدن رخ چون گوهرش، به ساطور جهل و اسید مذهبش. و امروز که مامش رفته است آن جهان، که باشد دکی گاه امنش در این جهان. ختم گفتگو. بسیار ممنون از شما. اجازه بدیم به دوستان بگم که از طریق فیسبوک میشونن میتونن با شما در تماس باشن. ضمناً اگر کسی نوشته های شما رو هم میخواد میتونن به اصطلاح از شما بگیرن. اینا رو هم دیدم خیلی قشنگ و مرتب شما حتی اون سرتیترها رو قرمز میکنید. البته تو فیسبوک وقتی میذاریم همه رو یه رنگ مینیسه، ولی اگر از طریق ایمیل بخوان براشون میتونم بفرستم که به اصطلاح خیلی قشنگ و مرتب اینا رو حالا یا به صورت دیجیتال نگه دارن یا حتی اگه بخوان چاپ کنن. خب بفرمایید پس اگه صحبتی هست برای امروز. اگه نه من خیلی دوست داشتم درباره همین بنیاد تفکر فیبه در فلسفه حیات که نوشتمش یک متن فلسفی هستش که نقبه میزنه با علوم طبیعی و در اینجا بسیاری از مسائل مطرح هستش که در اونجا برای چه این تقسیم صورت میگیره و این کشمکش بین مرد و زن که در اینجا مطرح کردم و یه عکسی برای شما فرستادم که یه مردی با تراکتور توی مزرعه ای به گله آهوها نزدیک میشه و اون سرپرست گله یعنی اون جوزنه با تراکتور حتی بخواد سرشاخ بشه، شاخ به شاخ شده. بله نشون دارم میدم. اینو من براش تفسیر نوشتم و بارها موردش اشتراک گذاری کردم که مورد توجه قرار گرفت. هدف این بود که میخواستم بگم این پدیده مالکیت منشأ ژنتیک داره، غریزی است. شما برای اینکه پی ببرید به منشأ مالکیت کافیه یه دونه
آکواریوم یک متری در نیم متری در یه متر مثلا یا نیم متر تهیه کنی، توی اون گل و بوته و نمیدونم چمن و اینطور چیزا قرار بدی و یک مشت ماهی بریزید توی آب. اگر اینها هم وزن و هم قد و قوارا هم سن و سال باشن نرماده، بلافاصله بعد یکی دو روز این منطقه آکواریوم رو بین خودشون تقسیم میکنن و هر یک برای خودش یک قلم رو در نظر میگیره. شما این صحنه رو مشاهده کردید آی سربی؟ هیچ وقت فکر نکردم، با آکواریوم نداشتم که دقت کنم، ولی دوستان یا هر کیم فامیل داشته دقت نکردم به این موضوع. بله اینو من دارم اینجا میگم که خب آکواریوم همه جا هست، خیلی جاها هستش، و این بار دوستان برن توجه کنن که ببینن هر ماهی مثلا گردن کلفتر اون که اونا که دیده هستن هر جا توی این آکواریوم یه قلم رو برای خودش در نظر میگیره. حالا اگر یکی گردن کلفت باشه میتونه در تمام کل این آکواریوم بچرخه و اون یکی ها تابعش باشن، ولی اگر هم وزن و هم زور و هم قد و قواره باشن منطقه رو تقسیم میکنن. خب پیامدهای این تقسیم در حوزه مدنیت چه بازتاب هایی میتونه داشته باشه؟ بگید شما تا ما بدونی. ببینید وقتی که یه مثال ساده بزن، وقتی که یک حیوان مثلا خرگوش یا آهو یه منطقه ای رو با تراوشات بدنش مثلا مثل ادرار و مطبوع و آنزیمهایی که از چشش و قدرت ترشویش میکنه اونجا رو علامت گذاری میکنه، به قول آلمانی ها ماکیرن میکنه، اونجا رو برای خودش یه قلمروی حیاتی ایجاد میکنه. جنبه مثبت این قلمروی حیاتی این استش که یک حریم امن برای خودش درست میکنه و در این محیط که بوی خودشو میده، همزاد خودشه، مثل سگی که میگن در خونه خودشو با چیز صاحب خودش شیره، مثل اون عمل میکنه و با هر حریفی میتونه درگیر بشه. جنبه مثبتش این استش که اون قلمرو میشه تکیهگاه مأوای اون و اون میتونه توسط این تکیهگاه مأوایی که برای خودش درست کرده جرأت و جسارتش بالا بره و با حریفان و متجاوزان درگیر بشه. این جنبه مثبتشه که به اون حیوان میده. اما جنبه منفیش این استش که این حیوان وقتی که در اون منطقه قلمرو برای خودش درست میکنه با اون آنزیم‌های بدنش مثلا خرگوشه یا آهوه، همین این آنزیم‌ها و این بوی ادرار و مدفوش در فضا پخش میشه. سگ هم این کارو میکنه، دور ساختمونی که میره ادرار میکنه اونجا رو. البته بعضیا میگن برای اینی که راهی که میره بدونه، ولی بعضیا میگن نه، برای اینی که میگه این محدوده منه. بله اونجا قلمرو ایجاد میکنه. بله. اونجا یه قلمرو حیاتی ایجاد میکنه. جنبه مثبتش این هستش که تو اون قلمرو حیاتی خودش شیره، برای خودش میتونه همه کار بکنه. ولی جنبه منفیش این هستش که همون بوی ادرار و مدفوع آنزیم‌های بدنه مثلا آهوه یا خرگوشه اونجا اون کاره که کرده تو فضا پخش میشه. اون گرگ یا شغال یا کفتار یا اون روباهی که مثلا از 500 متری داره رد میشه، این پوزه بلند و دماغ بلندش گیراییش این هستش که بو میکنه میبینه آها اونجا یه چیزی هست، یه خبرایی هست، و همون بو این حیوان رو میکشه اونجا و باعث میشه که مثلا خرگوشه رو بره بگیره. یعنی اینه که وقتی که شما برای خودتون قلمرو حیاتی ایجاد میکنید، حریم خصوصی ایجاد میکنید، این حریم خصوصی برای خودتون خب ثمرات مثبت داره، از مواهبش برخوردار میشید، اما جنبه های منفیش این استش که دیگران هم به این حریم خصوصی شما چشم طمع پیدا میکنن. حالا بیایم یه نقد کوتاهی بزنیم، مثلا پولدار یا یهودیه وقتی که پول برای خودش جمع میکنه و پولدار که میشه، خب طبیعی از مواهب پولدار بودنش استفاده میکنه، اما همین پول قلمبه در مقابل میلیون ها انسانی که دوره برش هستش چشم طمع داره و مرتب میخوان که این انگوش بزنن به این اصل و یه از اون برخوردار بشن. بنابراین این چیکار میکنه؟ برای اینکه بتونه حفظ بکنه مسلح میشه، خودشو به چیز مسلح درست میکنه.
خب انسان نگاه میکنیم برای خودش دیوار میکشه، نهاد درست میکنه، سیم خاردار درست میکنه، اینها همه این مسئله دیوار کشی ها و مرزبندی ها محصول همین مسئله خصوصی سازی جنبه های مثبت داره ولی جنبه های منفی هم داره. وقتی که در انحصار یک فرد قرار بگیره و بعد مواقعش فقط یک فرد یا یک خانواده یا یک خاندان بخوان استفاده بکنن و دیگران چه میشه، این موضوع بفرمایید. دوستان روی فیسبوک دارن برای شما نظر میدن، یه دوستی تشکر کرده که شما حقیقت رو میگید بدون سانسور و اجازه بدید من یه پیشنهادی به شما بکنم. اگه شما یه روز قبل این مطلب و عنوان رو بگید ما روی فیسبوک بذاریم که دوستان بدونن در چه موردی میخواین صحبت کنید، من فکر کنم اونها هم بیشتر میان تشویق میشن و درگیر میشن صحبت میکنن. حتی اگه یه روزی دوست داشته باشید میتونید تلفن رو هم اونجا در اختیارشون بذارید که تماس بگیرن، یا اینکه همون به صورت نوشتاری زیر فیسبوک بنویسن مثلا این دوستمون نوشته من آکواریوم داشتم متوجه نبودم، یا چیزای دیگه، یا اون دوست دیگه نوشته که خیلی ممنون و خوشحاله که شما بدون سانسور صحبت میکنید. بفرمایید. درود بر ایشان. من البته همین متن اگر به صفحه فیسبوک من مراجعه بکنه میبینه این متن گذاشتم اونجا. بله. یعنی قبل از اینکه من اینجا بیام با شما این متن نوشتاری رو به شنیداری و تصویری تبدیل بکنم، یه روز قبلش اون رو میگذارم اونجا. حالا صحبت از فیسبوک کردید، اجازه بدید من از شما سوال کنم. ما وقتی که ویدیوی برنامه شما رو به صورت زنده روی فیسبوکتون میفرستیم میره مثلا زیر 5 ساعت 6 ساعت قبل، اگر کسانی هستن که ادمین فیسبوک شما هستن بگید که اینو جوری تنظیم کنه که پست ها بر اساس زمان، یعنی اونی که جدیدتره بالاتر وایسه. من الان فکر کردم نگرفته ولی وقت رفتم نگاه کردم دیدم که رفته زیر 5 تا ویدیو، اتفاقا ویدیو هم تکراری. اینو بعد خودتونم دقت کن. بسیار خوب. حالا من نمیدونم توی فیسبوک تازگی ها یه تعدادی میخوان بیان مطلب بگذارن روی صفحه من، چون این صفحه من بازه. بله. هر کس میتونه مطلب بگذاره. من نگاه میکنم اگه به دفتر باشه نگرش میدارم، به دفتر نباشه یا مثلا راسیستی باشه خیلی بودار باشه اونو هست بش میدارم. حالا این فیسبوک بعضی وقتا پیشنهاد میکنه یه دونه مطلب واحد رو نگاه میکنه، یعنی 7-8 نفر خواستن گذاشتن توی جا بیاره بذاره تو صفحه من. میگم آقا جان این صفحه من که دیوار آگهی شما نیست، این مطلب رو یه کسی گذاشته همون کافیه دیگه. آقای یزدان خداوند لو، من و شما میگم بعضی وقتا این آزادی که توی غرب دیدیم یه دفعه میخوایم بله آزادیم، بعد میبینیم که نه اونجوری هم نباید باشه. من خودم هم مثل شما گفتم همه آزادن همه اینجوری، بعد دیدم آقا اصلا یه جوری میشه که کنترلش مشکله. حالا بهترین پیشنهاد برای شما چون این کارو من انجام دادم اینه که میبندید اگر کسی موضوعی داشته باشه برای شما به صورت پیام میفرسته، شما اگه دوست داشته باشید اونو میذارید، یعنی شما میشید ادیتور اون صفحه. و اینجوری نیست که یه نفر یه موضوعی رو 5 بار بتونه بذاره، چون شما دارید تصمیم میگیرید، هم آزادی دادید هم آزادی هست که کنترل شده و مزاحم دیگران نیست. خب بله البته من میتونستم این کارو بکنم ولی آزاد گذاشتم، گفتم خیلی خب بیارین بگذارین هر کس اونجا هست. که البته مثلا میبینی قبلا 5000 نفر آدم توی صفحه من بود، به خاطر این هستش که من مرتب کارم روشنگریه دیگه، هر دفعه نگاه میکنی یه دونه مطلب رو مطرح میکنم، روشنگری میکنم، توضیح میدم به صورت علمی و منطقی، و بسیاری از افراد میبینن که بله من این انگشتی که روی نقطه عفونت گذاشتم دارم فشار میدم شامل ایشون هم هست. اینا نگاه میکنن ببینن نه لایک میکنن نه اشتراک گذاری میکنن نه چی میکنن. شما نگاه بکنید ببینید توی همون صفحه من که الان یه تعدادش خیلی هاشون ریختم بیرون وی بالای 3500 نزدیک 4000 نفر هستش، مطالب من رو نگاه میکنید 3 نفر 4 نفر یه دونه لایک فقط مرحمت میکنه. حالا به همین خاطر رفتم و گروه ها رو باز کردم، گفتم بسیار خوب بیارین مطالب رو بذارین تو این گروه ها. بله. که مثلا تو اون گروه بالای 92000 نفر آدم هست و تعداد بیشتری اگه شما میخواین واقعا مطلبتون رو بخونن و شما هم جوابگو باشید بیار بذار اونجا فضای باز. میترسم بیارم بذارم نمیذارم. متاسفانه این هست، من حتی تو همون گروه ها هم که میذارم
و اتفاقا هفته پیش یه دوستی نوشته بود مثلا این ویدیو 375 بار دیده شده ولی چرا نظر نمیدن. گفتم خود شما برگرد نگاه کن ببین چند بار نظر دادی، به همین دلیله. ولی ببخشید اینو میگم، اگه ما عکس باسن خانم کارداشیان یا جنیفر لوپز رو بذاریم، یه دفعه میبینید اون روز 2000 نفر لایک میزنن، 2000 نفر اندازه. من یه بار حتی امتحان کردم عکس این باسن خانم جنیفر لوپز رو گذاشتم، عکس باسن کارداشیان هم گذاشتم، گفتم یک رو دوست دارید یا دو. فردا یه نفر گفت آقا سربی یه نفر اومده هک کرده. گفتم نه هک نکردن، من اینو گذاشتم تا بهتون بگم که این دوستان ما هستن، زنده هستن، ولی براشون اهمیت نداره که بشینن یه برنامه رو گوش کنن، چهار تا کلمه یاد بگیرن، براشون اهمیت نداره بیان نظر بدن، ولی براشون مهمه که باسن کارداشیان نمیدونم گرده، باسن اون یکی بیزیه و لایک میزنن، عکس مینویسن، نظر میدن. حالا چه باید کرد نمیدونم. بله منم از این کارا میکنم. بعضی وقتا مثلا میبینه چند وقت پیش تو یکی از این گروه ها بودم که منو اخراج کردن که مثلا همین کلکل بازی و دختر و پسر و نزدیک به 1,000,000 نفرم عضو و میتیلیت داره. یه خانومی رو عکسش رو گذاشته بود که اون خانومه رو من آوردم کپی کردم گذاشتم توی صفم، 6,000 تا لایک گرفته بود، نزدیک به 3,000 خورده اظهار نظر و افاضاتی کرده بودن. شما در نظر بگیرید که نشون میده هنوز این چیز ایرانی ها روانشون تو این ناحیه شکم و زیر شکمه. شما ببینید در مقابل مثلا چند تا گروه، مثلا 100 تا 200 تا گروه فرهنگی که وجود داره، یه چیزی معادل 300-400 تا گروهی هستش که به مسئله خوراک و غذا و این چیزا میپردازن و پر جمعیت هم هست، این هم نگاه میکنن، لایک میکنن، هر کی میکنه، این از این نظر وابستگیشون به شکم. خب اشکالی هم نداره، اونم باشه. و از اون طرف دیگه به مسائل کلکل بازی، عکس یه دونه دختره رو گذاشته، الان من با آزاد گذاشتم توی گروه ها، یه خانومی هستش میاره اونجا، دوستان عزیز من تازه هستم لطفا لایک هم کنید. خب نگاه میکنم ببینم 180 نفر ایشون رو لایک کرده. خب اینا پیرو سعدی هستن که گفته هر سال یه زن جدید بگیر. ایشون هم بلد بوده، گفته من تازه هستم، لایکش کردن، فکر کردن که حالا ببینن چه مزه‌ای میده. درشاد ممنونم آقای خدابندلو. شما اگر با دوستان میخواین وبسایتتون رو چیزتون آشنون رو به اصطلاح فیسبوکتون، همیشه گفتم خیلی ساده است، نه اسم مستعاری دارید نه چیزی، ضمن این که آقای افشارها به شما پیشنهاد کرده بود هم اسمتون رو عوض کنید هم فامیلتون رو، و خیلی از دوستان اعتراض کردن که آقای افشارها چرا این حرف رو زده. گفتم با خودشون تماس بگیرید. دوستان عزیز، امروز هم با آقای یزدان خدابندلو بودیم، فیسبوک ایشون به نام یزدان خدابندلو و اونجا تماس بگیرید. خیلی ایشون فعالن، ریسپانسیو هستن، پاسخ میدن و خوشحال میشن که با شما دوستان در تماس باشن. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه خداحافظی کنیم و به امید دیدار شما باشیم هفته آینده. نه عزیزم صحبتی ندارم، البته یه روزی ما یه دور برنامه درست بگیریم درباره همین گروه های فیسبوکی. بله که الان ببینید خانم نگاه میکنم ببینم بعضی وقتا این خانم ها توی صفحه من خیلی زیاد زن وجود داره که اومدن تاییدیه میخوان، بعد نگاه میکنم میرم هیچ کدومشون هیچ مطلبی توی صفحه من، تو صفحه خصوصی میگه نمیذاره، تو اون گروه ها هم نمیذاره، چرا که اون گروه ها رو لینکشو میذارم تو صفحه. این بعدا متوجه شدم که اینا منو میخوان که برم اونجا. این خانم وقتی که یک مطلبی رو شریوری رو مطرح میکنه، یه عکس غلط اندازی هم میذاره اونجا، اون 380 نفر مثلا میبینی مرد و زنی که مردایی که اونجا هستن میرن مثل مگس براش وزوز میکنن، منم برم اونجا براش بگم بله با آفرین با موچ عالی و دستگل براش بفرستم. از این چیزا، از این نمونه ها ما زیاد داریم. خیلی ممنون، پس مواظب باشید. مرسی آقای مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم از آلمان، فیسبوک ایشون هست یزدان خدابندلو، مطالبشون رو قبلا در فیسبوک صفحه خودشون می نویسن، لطف میکنن برای ما هم ارسال میکنن و درباره اون صحبت میکنن توی تلویزیون مردم که به صورت زنده از تلویزیون مردم صفحه فیسبوک پخش میشه، از تلویزیون مردم
وبسایت پخش میشه، روی یوتیوب گذاشته میشه. و گفتم از هفته قبل کار جالبی که ایشون به نظرش اومد اینه که تایتل برنامه رو هم روی یوتیوب مینویسن. یعنی امروز صحبت کردن در مورد فمینیست، شما همین کلمه فمینیست چیست رو اگر تایپ کنید به فارسی، یا حتی اسم ایشون رو به فارسی، یا حتی اسم ایشون رو به انگلیسی، به ویدیوهای ایشون در یوتیوب میرسید. و من سعی میکنم یادم باشه هفته یه بار لینک تمام ویدیوهای ایشون رو براشون بفرستم، یا خودشون روی یوتیوب لینک کنن بذارن روی فیسبوک برای شما دوستان. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، لطف کنید به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید. و فکر کنم تا حالا متوجه شدید ما از اونی که دینداره، از اونی که باورمنده، از اونی که بیدینه توی تلویزیون استفاده کردیم، هیچ محدودیتی، هیچ خط سرخی برای کسی نذاشتیم. بپرسید از خود این دوستان، تماس بگیرید باشون. آیا روزی که خواستید برنامه بگیرید توی تلویزیون مردم، سوری بهتون گفت که درباره چی حق ندارید؟ من بارها گفتم حتی درباره خود من اگر حرفی دارید بیاین بزنید، اگر سوالی دارید بپرسید، ولی من حق دارم که سوال شما رو جواب بدم، ندم یا در موردش صحبت کنم. یه محیطی آزاد، ولی آزادیمون یه جوری باشه که به آزادی دیگران صدمه نزنه. روز روزگارتون خوش. برنامه رو پی میگیریم با یه فیلمی که از استرالیا ساخته شده و آقای رضا شیرازی گذاشته بودن و من هم روی چیز پخش میکنم. تا جمعه این فیلم رو ببینید، فیلم جالبیه. خب شاد باشید، خوشحال باشید و امیدوارم که فردایی بهتر در انتظار همه ما باشه. روز روزگار بر شما خوش.